این قسمت از فصل پنجم ریاضیات دهم صحبت ما روی تابع چند جمله‌ای و ثابت و تابع همانیه. خب بچه عزیز ببینیم یه تعریفی داشته باشین، ببینیم تابع چند جمله‌ای تعریفش چیه. میگه هر تابعی که بتونیم اونو به صورت fx مساوی ax به توان n به علاوه bx به توان n منهای 1 تا عدد ثابت c، دقت کرده باشید از توان x داره یک واحد کم میشه تا اینکه میرسه به عدد ثابت c. حالا چی میگه؟ میگه a و b و n اعداد حسابی هستن. بچه ها اعداد حسابی کدوم ها بودن؟ آفرین، اونه بودن که از صفر شروع میشد، صفر، یک، دو تا الی آخر. خب میگه اگه چنین چیزی ما داشته باشیم، ما به این میگیم یک تابع چی؟ چند جمله. به عنوان مثال f x مساوی 4 تا x به توان 3 به علاوه 2 تا x 2 به علاوه 7 x به علاوه چند؟ 1. میگه چند جمله ما درجه 3، بعد حواسمون باشه بچه، بیشترین توان x درجه چند جمله رو نشون میده. اگر 1 اینجا بود، 4 x 3 اینجا بود، باید دقت کنیم اول عبارت رو استاندارد میکنیم بعد به بیشترین توان x نگاه میکنیم، توان هر چی بود درجه چند جمله ای هم همونه. خب میگه دامنه تابع ما r، برد ما هم چیه؟ r هستش. قبلا گفتیم یک عبارت چند جمله ای یا توابع خطی، خطی یعنی چی؟ یعنی حالت کسری نداره، رادیکالی نداره، یک خط راست. به x هر عددی که من بدم برای fx یا همون y یه عدد به دست میاد. به همین خاطر دامنه رو چی میگیم؟ r میگیم. و میدونیم که اگر تابع چند جمله درجهش هم فرد باشه، بردش هم برابر با r هستش. حالا بچه بعدی رو ببینیم. چند جمله‌ای که ما داریم درجهش چنده؟ 2. چرا؟ چون بیشترین توان x من برابر با 2. بعدی که یک عدد ثابته. دامنه ما هم چیه؟ آره. خب بعدی رو ببینین. چند جمله‌ای که ما داریم از درجه 1، چون توان x ما هم برابر با چنده؟ 1 است. حالا اینجا رو دقت کنین. 2 تقسیم بر x به توان منفی 4 به علاوه 3 تقسیم بر x به توان منفی 3. اینی که من بیارم بالا توان منفی تبدیل به توان مثبت میشه. خب الان بیشترین توان x من چنده؟ 4ه. پس این چند جمله‌ای که من دارم از درجه 4ه. حالا بعدی رو ببینید. fx من هست x به توان 4 به علاوه x به توان 6 تقسیم بر x به توان 4. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم بچه ها تفکیک کسره. یعنی چی؟ x به توان 4 رو تقسیم بر این میکنم، x به توان 6 رو تقسیم بر این میکنم. خب نسبت اینا که 1 میشه، کاری باش نداریم. x به توان 6 x به توان 4 میشه x به توان 2. حالا اگه اینو استاندارد بکنیم میشه x2 به علاوه 1، پس فرق نمیکنه. بیشترین توان x چنده؟ 2. پس چند جمله‌ای که من دارم از درجه دومه. حالا بعدی رو ببینیم. یه بار x2 تقسیم بر x به توان 6، یه بار x به توان 6 تقسیم بر x به توان 6. این با این ساده میشه، میشه 1 بر روی x به توان 4، درسته؟ اینم با این ساده میشه، میشه 1. من اگه اینو بیارم بالا میشه x به توان منفی 4 به علاوه 1. آیا منفی 4 عضو عدد حسابیه؟ نه، صحیحه. پس گفتیم باید عضو عدد حسابی باشن، پس این نمیتونه یک چند جمله باشه. پس این عبارتی که من دارم چند جمله حساب نمیشه. خب بعدی رو ببینید. fx من برابر با 7. 7 یک عدد ثابته. ما میدونیم عدد ثابت 7 در واقع همون 7 تا x به توان 0، چون هر عددی به توان 0 برابر است با 1. 7 یکی چقدر میشه؟ میشه 7. پس این چند جمله‌ای که من دارم از درجه چنده؟ 0. به عبارتی دیگه اگه اینو با در نظر نگیریم، فقط به 7 نگاه بکنیم، آیا 7 x داره؟
نه x نداره، پس x ما حتما توانش صفر بوده، چون هر عدد به توان صفر برابر با 1 است. پس این چند جمله‌ای که من دارم درجه صفره. خب حالا توجه ببینید بچه‌ها، میگه دامنه تمام چند جمله ها آره، همون چیزی که من گفتم تابع ما خطیه. قبلا هم گفتم تعریف دامنه چی بود؟ مقادیری که x میپذیره به شرطی که y تعریف بشه. حالا جلوتر برای توابع کسری بهتون میگم یعنی چی y تعریف بشه. ولی تابع چند جمله من به x هر عددی که بدم برای y یه عددی به دست میاد. به همین خاطر میگیم چی؟ دامنه یعنی هر چیزی که به x بدی تمام عدد حقیقی به حساب میاد، چون هیچ محدودیتی برای x وجود نداره. دقت داشته باشیم، اگر درجه یک چند جمله فرد باشد، همون سوالی که گفتم x به توان 3 اولین سوال، برد آن هم r است. ولی اگر درجه آن زوج باشد، بردش دیگه r نیست که با روش‌های دیگه اونو به دست میاریم. خب حالا صحبت امروز ما روی تابع همانی است. اول تعریف بچه ببینید، اگر دامنه و برد تابع برابر باشن و هر عضو از دامنه دقیقاً به همان عضو حواستون باشه در برد نظیر شود، این تابع را همانی مینامند. به عبارت دیگر دقت بکنید، تابعی که ورودی و خروجی آن یکی باشد تابع همانی است. همین کافیه، ورودی و خروجی یکی باشه. ما گفتیم ورودی رو چی در نظر میگیریم؟ x که تو مبحث تابع گفتیم. خروجی رو چی میگیریم؟ y که y همون چیه؟ همون fx، همون عملیاتیه که کارخانه فکتوری f داره روی چی؟ روی در واقع x انجام میده. پس میگیم چی؟ اگر ورودی یعنی x با خروجیمون یعنی y برابر باشه، این تابع رو ما میگیم یک تابع همانی. پس fx با چی برابره؟ با x. یعنی هر چی که وارد میشه همون خارج میشه. مثل چی؟ یک یک گفتیم که مؤلفه اول همون x دیگه، مؤلفه دوم همون y. پس ورودی من اینجا چنده؟ آفرین، ورودی من برابر با یک، خروجیمون یک. پس یه بار دیگه نیا کنی ببین چی میگه، هر عضو از دامنه دقیقا به همون عضو در برد نظیر میشه. یعنی اگه دامنه من یک باشه، دقیقا برد من هم همونه. دو دو، سه سه. پس تابعی که x و y‌اش برابر باشه، ورودیش با خروجیش یکی باشه، ما بهش میگیم تابع همانی. میگه ضابطه تابع همانی همون y مساوی x. خب این درسته، همین رو گفتیم. یعنی چی؟ یعنی x هامون با y هامون برابره، که نمودارش همون نیمساز ربع اول و سومه، به شرطی که دامنمون r باشه. خب نیمساز ربع اول و سوم همینه، صفر بدم صفر، یک بدم یک، دو بدم دو، منفی یک بدم منفی یک، منفی دو بدم منفی دو. هر چی که من به x عدد بدم، y منم همونو میگیره. پس در واقع اگه نقاط رو، این نقاطی که من دارم میگم، رو به هم دیگه وصل بکنیم، میشه ربع اول و سوم. خب این مثال رو ببینیم. سوال از ما چی رو خواسته؟ گفته که بیا مقادیر a و b رو به دست بیار. خب تا عبارت این چی باشد؟ همانی شود. خودش داره میگه. خب میام اینجا، گفتیم تعریف تابع همانی چیه؟ تابعی که ورودیش با خروجیش یکی باشه، یعنی x و y ها با هم برابر باشن. x من چنده اینجا؟ دو. پس y منم باید دو باشه. بعدی x من یک، y منم یک. x من سه، y منم باید چند باشه؟ سه باشه. خب رسیدم به دو تا معادله و دو تا مجهول. درسته؟ حل دستگاه چند تا روش داشتیم؟ دو تا، روش حذفی، روش جایگذاری. در اینجا چیکار میکنیم؟ بالا رو توی منفی ضرب میکنم. اگه توی منفی ضرب کنم میشه منفی، اینجا میشه مثبت، اینم میشه منفی. خب این که با این از بین میره.
سه تا بی، اینم دو تا بی، میشه 5 تا بی. سه منهای دو چند میشه؟ یک. از اینجا بی رو به رسم میارم چند؟ 1/5. خب تو روش حذفی چیکار میکردیم؟ گفتیم هر متغیری رو که درآوردیم میذاریم تو یکی از معادله ها متغیر دیگر رو به دست میاریم. پس من 1/5 رو تو یکی از اینا قرار میدم و آ رو به دست میارم، 13/5. خب مثال ببینیم. میگه به ازای چه مقادیر ام و ان، ام و ان، این تابعی که من دارم به تابع همانی تبدیل بشه؟ خودش داره میگه به تابع همانی. ما گفتیم که تابع همانی اف ایکس برابر است با ایکس، درسته؟ اف ایکس من همون ایگرگ منه، ایگرگ من یعنی خروجی من با ایکس من یعنی ورودی من برابر. خب من نگاه میکنم این اف ایکس، اینم اف ایکس، پس کل این عبارت فقط باید چی باقی بمونه؟ ایکس باقی بمونه. خب از اینجایی که مشخصه من فقط اینو میخوام، این دیگه نباید باشه، اینم نباید باشه. خب پس اول میام چیکار میکنم؟ اندوی منهای 16 رو میذارم صفر، اندو میشه 16، اگه جذب بگیرم ان میشه 4، درسته؟ خب اگر من به ان بدم 4، 4 منهای 4 میشه 0، 0 ضرب در ایکس میشه 0، مخرج فقط چی میمونه؟ آفرین، 1 میمونه. خب اگر به n بدم 4، 4 به توان 2 میشه 16، 16 منهای 16 0 میشه، پس صورت فقط mx میمونه، مخرجم 1 میمونه، کلا میشه mx. خب این باید با این برابر بشه دیگه. چرا؟ چون گفته تابع همانی، یعنی x و y باید با هم برابر باشن. پس نتیجه میگیرم که m هم باید چند باشه؟ 1 باشه. پس مشخصه بچه، ببینید این تابعی که من دارم کلن باید بشه این، درسته؟ ضریب x چنده اینجا؟ 1. ضریب x چنده؟ m. پس m باید 1 باشه. اینا دیگه اضافی هست، حواستون باشه، نیاد مخرج رو کلن بذارید صفر، اشتباه نکنید. اگه مخرج رو کلن بذاریم صفر کس دیگه تعریف نمیشه، این یه تیکه رو فقط من بر میدارم. خب این که باید صفر بشه، اگه اینه بذارم صفر، n میشه 4، 4 منهای 4 هم میشه صفر، کلن صفر میشه، صورت فقط mx میمونه و مخرج فقط 1 میمونه.